نصرتی است. بله پوشش خوبی میده و کنترل میکنه. کاپیتان تیم کره شمالی تو به کورنر میره. کوتاه نکونام دور میکنه از محوطه جریمه. جونگ ایل بلند به زمین ایران، عقیلی اونجا ضربه سر رو میزنه. یک بار دیگه فرصت برای کره شمالی و دفع میکنه دوباره عقیلی. شوت هونگ کاپیتانی که به آت میده. به نظر میرسه که حالا کره ای ها یه مقدار بیشتر تو زمین ما اومدن. آقای سفریان، دفاع پرتعداد کره شمالی در خط میانی با توجه به دهندگیشون باعث شده که بچه های ما حتی در پاس دادن به همدیگه هم عجله داشته باشن. دفاع خط میدفیلد تیم کره شمالی در بازی گذشته هم آمار ارقامی که نشون داده چیزی حدود 12 کیلومتر اوریج دویده بودن. الان دوندگیشون رو شما میبینید خیلی منظم با همدیگه دفاع میکنن. در دفاع حتی در خط دفاع یک سوم دفاعی خودشون هم خیلی منظم هستن. پرشری که به وجود میاد پرینسیپال دفاعی رو دقیقاً در رعایت میکنن. پرشر کاور اند بالانس. و شما نگاه میکنید که خط میانیشون در 20 دقیقه اول اون نظم خط میانی ما رو به هم زده و حتی بعد از 20 دقیقه که گذشت از بازی حتی اومدن داخل زمین ما و در خودنمایی میکنن. و بله به هر حال اون همون یارگیری منتومنی که انجام میدن با سرعتی که دارن بازیکنان ما رو باعث میشن که دوچار اشتباه بشن در پاس دادن و پاسای تک ضربی که بچه‌ها میخوان بدن متأسفانه با اشتباه رو میشه و اون دوندگی زیادتر کره ها باعث میشه که توپ رو صاحب بشن و بچهای ما هم اشتباه بشه پاساشون. باید ما در این دقایق بازی یه مقدار به توپای بلند رو بیاریم چون دوندگیشون الان خیلی زیاده. میتونیم با توپای بلند همین الان 5-2-3 دقیقه پیش عقیلی یه توپ بلند داد برای خلط بری. میتونیم دفاع اینا رو بشکافیم روی توپای بلند و دایرکت. فکر میکنم تیم ما نیاز برای اینکه حرکات ترکیبی رو در کنار زمین که تا این لحظه ما ندیدیم حرکتی رو از جناح راست و چپ، من فکر میکنم که چند توپ بلند میتونه خطرساز بشه برای تیم ما که بتونن 100% این بازیکنان ما هیدری و با خلدبری رو راه بندازیم تا چند تا حرکت حداقل به وجود بیاریم. در هر حال تیم کره جنوبی و کره شمالی با توجه به تجربه‌ای که در جام جهانی به دست آورده بازی با تیم‌های برزیل، پرتغال، حالا فرصت برای کریم انصاری فر و توی دروازه. به نظر میاد که اعلام خطا شده. بله خطا اعلام کرده یا هند اعلام کرده. خطای هند اعلام کرده. بله حالا نمیدونم کارت زرد به علت اینکه بعد از سوت ضربه رو زد بهش داد یا اینکه به علت اینکه اصلا نشد. اصلا بله هند نشده ولی داور اشاره میکردن که خطای هند رو اعلام کردن. بله نشد. به شکل آسته هم نشون داد که نشده. آسف بگنی فکر میکنم الان تو همین توب که مشکل داور کمک داور اعلام کرده آفساید که اصلا نبودش ولی داور اشاره داشتن که به دستشون اشاره میکردن که خطای هند رو گرفتن. ولی خب گل 100% درست ما نه اینکه آفساید بوده و دیدیم که از دستش هم استفاده نکرد. گل 100% درست و مردود اعلام کردن. پرچم کمک داور بالا رفت و به هر شکل حالا گل مردود اعلام میشه ولی به شکل آهسته که نشون دادن صحنه رو نه هند بود نه آفساید. حالا امیدواریم که بعد این صحنه ها رو کارشناس های داوری که در خود این بازی ها هستن مسئول این بازی هستن تصمیماتی راجبش بگیرن. ولی خب دیگه به هر حال گل مردود اعلام شده. گل مردود اعلام شده و این نتیجه بازی رو میتونه خیلی تغییر بده و اینکه جوان بودن داور و اینکه سال 2008 به لیست بین المللی اضافه شده و الان داره یه همچین بازی مهمی قضاوت میکنه اونم در یک کشوری که فوتبال در اون سطح بالایی نداره که بتونیم پس کنیم که مثلا تعداد قضاوت‌های زیادی داشته در لیگشون، خب طبیعتاً یه همچین مواردی رو پیش میاره. با توجه به آفساید خیلی اشتباهی که برای ما اعلام شد در سمت دیگه زمین توسط کمک داور اول این بازی. بله مسئله جالبی که اشاره کردید جوونی این داور و
کم تجربه بودنش چطور برای یک همچین بازی حساسی او رو سپردن بهش این بازی رو. حالا فرصت برای تیم ایران، احسان حاج صفی برای خلدبری نگه می‌داره، برای پژمان نوری فرصت برای ایران. ببینیم که میونگری توپی که خسرو حیدری فرستاده بود رو صاحب میشه قبل از اینکه مهاجمین ما بتونن به توپ ضربه‌ای بزنن. به هر شکل دقیقه 27م گلی که کریم انصاری فر به ثمر رسونده بود رو داور مردود اعلام کرد. به بازی برمیگردیم، 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. کماکان نتیجه مساوی 0-0. دور میکنه حیدری برای خلدبری، به چپ برای پژمان نوری، نگاه میکنه برمیگردونه به عقب برای احسان حاج صفی. حاج صفی یه مانور توپ میده، حالا به راست برای محمد رضا خلدبری. بچه های ما باید مواظب باشن، این داور اخطار زیاد میده. آقای قطبی هم دیگه دادش در اومده، این داور زود دست به کارت میشه. فاصلش از صحنه خیلی دوره، یعنی اینکه دوندگی داور خیلی پایینه. اینه که هر بار که سوت میزنه من داور نگاه میکنم نزدیک به 25 تا 30 متر با بازیکنی که پا به توپ فاصله داره. این داوران آقای سفرجان کی کمیته داوران انتخاب میکنن؟ بله دیگه، کمیته داوران کنفدراسیون آسیا. بله انتخاب میکنن. خب البته با توجه به کارکردشون و اینکه چقدر اون فدراسیون فوتبال های کشورها در کنفدراسیون فعالیت داشته باشن، بتونن که معرفی کنن داوراشون رو و سعی کنن نفوذ کنن، به علت اینکه ایران کسی رو متاسفانه نداره و متاسفانه میبینیم که با توجه به توانایی داورامون در ایران میبینیم که خب شرایط خوبی نیستش و اشتباهات زیاده، مشکلات زیاده. اینه با این حال باز ما یکی از سه کشوری هستیم که 4 داور به این دوره از مسابقات دادیم. بله برمیگردیم بازی رو دنبال میکنیم. 32 دقیقه رو میبینیم که پشت سر بذاریم. کماکان مساوی 0-0. ایران کره شمالی 15 دوره جام ملت‌های آسیا، دومین بازی تیم‌ها هستش. عقیلی نگاه میکنه در مرکز دفاع ایران برای جلال حسینی، به چپ برای احسان حاج صفی. نگاه میکنیم دفاع کره شمالی که از داخل زمین ما انجام میشه و نمیذارن بچه های ما به راحتی توپشون رو به همدیگه پاس بدن و این یارگیری منتومن رو به خوبی انجام میدن و درگیری مستقیم. جواد نکورام خطایی که به سود ما انجام میشه. ببینید هر جا بچه های ما صاحب توپ میشن بازیکنان کره شمالی نزدیک به اونها حرکت میکنن. احسان حاج صفی به عقب برمیگردونه، کسی رو پیدا نمیکنه، با دفاع بازی میکنه برای عقیلی. عقیلی به رحمتی، حالا به جلال حسینی در مرکز زمین. جلال نکودام، نصرتی، خسروی دری که توپش به نصرتی نمیرسه. فکر میکنم تیمی که در حال حاضر بیشتر باید عجله داشته باشه برای حمله کردن تیم کره شمالیه، چون اونا اگه این بازی رو ببازن یا در واقع مساوی هم بکنن کمتر میشه شانسشون، خیلی کمتر میشه و ما نیاز نیستش که به دو نیمه اول به هر دلیل شده بزنیم که برای به گل رسیدن. باید بازی رو آرامش بدیم، حفظ توپ داشته باشیم، بتونیم پاسای سالم بدیم، پوزیشنینگ بازی رو حفظ بکنیم و بعد همونطوری که دیدید ما یه دونه توپ توی مرکز دفاعی کره شمالی اومد بین دو تا مدافعین وسطشون که اصلا با هم دیگه هماهنگی ندارن، در بازی با امارات هم همین مشکل رو داشتن. این توپ‌ها من فکر می‌کنم برای ما نتیجه خواهد داد اگر ما ارسال توپ، نه اینکه توپ بلند از توی دفاع ما بخواد مستقیم بخواد بیاد اینجا، ارسال توپ، حفظ بازی، حفظ پوزیشن بازی و بعد ارسال توپ توی محوطه جریمه هولوش نقطه پنالتی. شما قطعا بدونید که مدافعین اون دو تا مدافع کره همونطوری که بازی با امارات هم 3 بار 4 بار این کارو کردن اونجا 100%
چون با هم دیگه اصلا با هم هماهنگ نیستن. توی توپای من تو من خوب هستن، توی تک به تک خوب هستن، ولی اصلا با هم هماهنگ نیستن و هم هر دوشون هم از مدافعی هستن که خیلی راحت توی محوطه 18 قدم خطا انجام میدن. درسته. مسئله خوبی که اشاره کردید سرعت تیم کره رو مسلوکم با بازی تأخیری میشه گرفت و بچه‌ها باید مقدار با خونسردی بیشتری فرصتی که میتونست خطرساز باشه و داور به نظر میاد که اعلام آفساید کرده. به هر شکل این سرعت تیم کره رو با یک مقدار بازی تأخیری میشه کمتر کرد و همونجور که آقای کیفر هم اشاره کردن با رو آوردن به پاس‌های بلند ما میتونیم بازی رو کنترل کنیم تا در موقعیت مناسب بتونیم به گل برسیم و این کره‌ای ها هستن که احتیاج دارن که حتما این بازی رو با برد پشت سر بذارن. حالا ما چون با یک بازی که با عراق انجام دادیم و سه امتیازی که داریم حاشیه امنیتمون رو داریم. به هر شکل امیدواریم که بچه‌ها در پایان این بازی بتونن با امتیاز لازم از زمین خارج شن. جون تای سه رو نگاه می‌کنیم، بازیکن تیم کره شمالی که درگیر بود با هادی عقیلی و به نظر میاد که آسیب دیده. داور میاد بالای سرش صحبت میکنه. بله، ضربه سر هادی عقیلی و برخوردی که بین او و جونگ تا اسه به وجود میاد. پرش فوق‌العاده‌ای داشت هادی عقیلی. هر دو مدافع میانی ما جلال حسینی و هادی عقیلی بازیکنان سرزنی هستند که در میانه دفاع خوب ضربات سر رو میزنن. میانگ ری دروازه‌بان تیم کره شمالی، تماشاگران مشتاقی که نگاه میکنیم تشویق تیم ما رو انجام میدن. احسان حاج صفی کنترل میکنه، دور میکنه یه تیکه توپ رو. میریم که به دقیقه 40 نزدیک بشیم از نیمه اول. 0-0 مساوی ایران کره شمالی. جونگ هیوک آترو پرتاب میکنه برای خودش، از پژمان نوری رد میشه، ضربه او نامناسب و به آوت میره. مهدی رحمتی که صحبت میکنه و میگه که اجازه حرکت ندید به این راحتی به کره‌ای ها. می‌بینیم سانترش که اوت میره. نصرتی به اوت می‌فرسته توپ رو، نصیب کره شمالی میشه. کره‌ای ها در زمین ایران این توپ رو پرتاب می‌کنن به عقب، به زمین خودشون میبرن توپ رو. حالا نامچوک، پژمان نوری صاحب توپ، خلدبری در میان سه کره ای به عقب برای حاج صفی، بلند به زمین کره شمالی میفرسته. حالا خسرو حیدری برای ایمان مبعلی، برای نصرتی، به نکونام. مثلثایی که بچه ها به وجود میارن در زمین کره. نکونام، پژمان نوری، احسان حاج صفی. فرصت برای پژمان نوری و اعلام خطا نمیشه. میتونست شاید باشه، به نظر میاد که خطا بود. بله، چون صاحب توپ بود. رحمتی برای نصرتی، برای عقیلی، به آت میره توپ عقیلی. نگاه میکنیم این صحنه رو. نه، قبلش لیز خورده. بله، بود خود بازیکن لیز خورد. قبلش خودش اینجا لیز میخوره. بله، قبل از که به بازیکن کره شمالی برسه. بله، لیز خورده بود. خسرو حیدری نمیذاره که سانت بشه. این هم تماشاگران مشتاق کره شمالی که یه تیکه یه دست